امید سلام. سلام، صدای من هست؟ بله صدات هست. آرمین جان خوبی؟ من خیلی خوشحالم که دارم باهات صحبت میکنم. من برنامه های شما رو زیاد میبینم. خب یادم چند روز پیش، حالا چند روز پیش و چند ماه پیش، داشتی در مورد تعداد پیروان ادیان صحبت میکردی. خب میگفتی که 50 سال آینده برای اسلام خطراتی وجود داره که ریزش کنن و تعدادشون کم بشه، درسته؟ من با قطعیت نمیگم، من اگه قرار باشه حدس بزن، این حدسه، من اگه قرار باشه حدس بزن، نه فقط برای اسلام، برای کلا برای دین، من به نظرم 50 سال آینده خیلی میبینیم که مثلا برای دین یه چالش خیلی بزرگی ایجاد میشه تو کل دنیا. من میشه ازادی خواهش کنم؟ الان میگم یه ویدیو توی یوتیوب سرچ کنی، حدود 7 میلیون هم بازدید خورده از یه جای معتبر، تقریبا معتبر، میگم چیچی گلوباله، اونو اگه میشه بیاری و نشون بدی، حالا یه صحبتی نقد روی ویدیو هم کنی، خیلی جالبه. الان میشه اونو نمیتونم بیاری؟ چون خیلی الان نمیشه چون خیلی منتظرن، باید بریم سراغ بقیه، ولی پیغامشو میگی؟ آخه خیلی مهمه، اگه میشه 5 دقیقه است. 5 دقیقه خیلی زیاده، ما خیلی منتظرن. من میتونم بعدا چک کنم، بعد نظرمو بگو اسمش چیه که بعدا چک کنم. باشه، به انگلیسی بزنید رتبه بندی ادیان در جهان، یا همون ورد دین میشه چی؟ ریلیگیشن ورد Religion. World religions, world religions رنک. or religious آره ranking. همون ادیان رنکینگ، حدود 6.5 میلیون هم بازدید کرد. آره، ببین من فکر کنم آماری رو که داری بهش اشاره میکنی آمار بر اساس زاد و ولده. زاد و ولد درست گفتم؟ درست. آره، اینا تغییر نظر مردم رو در نظر نمیگیره. میدونی نظرم چیه؟ یعنی این آمار رو اگه در نظر بگیرین، اگه درسته، اگه همه بچه مسلمان ها مسلمان بمونن، اگه همه بچه مسیحی ها مسیحی بمونن، اگه همه بچه ها هندو ها هندو بمونن، بله خب ما معلومه که بله رشد این دین ادیان به شدت زیاد خواهد شد. خب ما چیزی رو که داریم به این محاسبه اضافه میکنیم که خب اشتباه هم نمیکنن چون نمیتونن اضافه بکنن، خب خیلی کار سختیه. خب من دلیلی که ما پیش بینیمون با این آمار فرق داره اینه که من فکر میکنم دسترسی با اطلاعات و قابلیت نتیجه گیری و روش های بررسی مثلا اینکه چی دروغه و چی دروغ نیست توی آینده خیلی نزدیک به شدت عوض میشه. یعنی به طور قابل به طور اصلا غیر قابل باور. میدونم چه، یعنی شما نگاه کنین 100 سال پیش اگه وضعیت امروز کی میتونست پیش بینی کنه؟ خب شما نگاه کنین فاصله بین اینکه اولین پرواز و اولین سفر به فضا چند سال بوده. خب میدونم چیه، شما 100 سال پیش اصلا میتونستین تصور بکنین که یه کسی با هیچ ثروتی الان ما میتونیم بیام اینجوری با هم صحبت بکنیم، از همه دنیا بیان با هم اینجوری بشه؟ اصلا 100 سال پیش همچین چیزی قابل غیر قابل پیش بینی بود؟ میدونم چیه، یعنی من برای همین هم فکر میکنم تا 100 سال و نه تنها تکنولوژی داره به شدت رشد میکنه، سرعت تغییرم داره عوض میشه. یعنی فقط سرعتش زیاد نیست، شتاب هم داره. یعنی اگه شما مثلا چیزی که رشدی رو که ما توی 100 سال گذشته کردیم، برای اینکه همین تغییر رو 10 سال لازم داریم که به همین شدت تغییر بکنیم، بعد از اون 10 سال 5 سال لازم داریم، بعد از اون تغییر مثلا 1 سال، شما به جایی خواهیم رسید که تو 1 سال به اندازه 100 سال گذشتمون پیشرفت خواهیم کرد. من اصلا میونم چجوری اصلا ما با مغزمون شروع میکنیم دستکاری کردن، اصلا انسان به یه قابلیت هایی میرسه که اصلا دین جایی نخواهد داشت. برای همین بله، اگه فقط بر اساس زاد و ولد نگاه بکنیم که ببینیم مثلا چقدر مسلمان ها بچه دارن، چقدر مسیحی ها بچه دارن، اگه این چیزها رو بخواین حساب بکنین که بله دین به شدت رشد خواهد کرد و حتی سهم بی خدایان هم قرار کمتر بشه. ولی شما همین محاسبات رو اگه
همین محاسبات ها که اینا استفاده میکردن اگه برای ایران استفاده میکردین 40 سال پیش، نتیجه که الان تو ایران داریم ما بهش نمیرسیدیم. خب ما الان آماری که داریم شدت بیخودایی انقدر زیاده تو ایران، ولی اگه از روش های این آمار استفاده میکردیم به این نتیجه که الان داریم نمیرسیدیم. درست. نه کدن این ویدیو از سال 1800 میلادی تا 2100 یه جوری نشون داده از سال 1800. خیلی جالبه. حالا اگه وقت شد 5 دقیقه حالا مثل ویدیوهای بقیه کروشون صحبت میکنی خیلی جالب میشه. حالا اگه میشه من برم با این من باشه باشه، من یه ویدیو 10 دقیقه رو معمولا یه ساعت طول میکشه ریویو کنم، برای این 5 دقیقه زیاده. 5 دقیقه یعنی چی؟ ببین 5 دقیقه رو اگه ما بخوایم ریویو بکنیم یعنی بذاریم هیچ حرفی نزنیم، فقط بذاریم بره، خب که اینم باعث کاپی رایت میشه. تازه میارزم چیه؟ یعنی ما اگه بخوایم یه ویدیو رو بذاریم باید هی پاز بکنیم حرف بزنیم، به دوره پاز بکنیم حرف بزنیم. این ویدیو 5 دقیقه ای ریویو کردنش 20 دقیقه طول میکشه. درست. یه سوال کوچولو دیگه داشتم. آن جریان ایتیزم یا یعنی بی خدایی کلن از کی شروع شد؟ 500 سال؟ 1000 سال؟ چجوری؟ از همیشه بوده، از روز، از همون اولی که یه آدم قارنشین اومد گفته که این سنگ من خداست، بعد یه نفر بغل دستیش قبول نکرد. از همون روز اول. بستگی داره منظور. آره همون روز اول یه کسی اومد گفتش که این سنگ من همون جدمه، نگفت خداست، گفت این سنگ من، این بابامه، دارم باهاش حرف میزنم. یکی بغلش گفت قبول نکرد، شد بی خدا. گفت شد. آره از همون اول شروع شد. درسته. ممنون، تشکر. خواهش. من خیلی برنامه شما نگاه میکنم و این کلیپ های نقد آقای رائفی پور غیر محترم هم حتما ادامه بدیم. یه ویدیو داره باشه. در مورد یهودیا صحبت کرده، اونو در موردش پیدا کنید صحبت کنیم. و همچنین در مورد یهودیا. آره اوکی باشه باشه، پیدا میکنم. پیشنهاد خوبی، پیشنهاد خوبی بود. ممنون فعلا. ولی این ادیان هم حتما یه جلسه بده. باشه باشه، سعی میکنیم، سعی قول نمیدم ولی میبینیم. آره باشه باشه، فعلا خداحافظ.